صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اظهارات حسن روحانی در سازمان ملل متحد را متین و منطقی خواند و گفت که شرایط روزهای اخیر ایران حاکی از عقب نشینی غرب از مواضع خود است. لاریجانی همچنین افزوده که مذاکره و روابط ایران با دیگر کشورها ممنوع ذاتی نیست. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی دفاعی آیت الله خامنه ای نیز سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل را نطقی بسیار هوشمندانه ارزیابی کرد. فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس که عصر چهارشنبه سوم مهر ماه منتشر شد، تصریح کرده که سخنان حسن روحانی علیه خشونت و افراطی‌گری و درباره خطوط قرمز ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای بسیار هوشمندانه بود و آقای روحانی توانسته به گفته او به خوبی از حقوق ایران دفاع کند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم سخنرانی روحانی را نشانه درخشش عقلانیت روحانیت شیعه در سازمان ملل ارزیابی کرده است. فیروزآبادی افزوده سخنان روحانی مواضع صریح و انقلابی و حق طلبانه و مستحکم ملت ایران را به جهانیان نشان داد. این فرمانده نظامی در این حال گفته که روحانی با این سخنرانی شعارهای اصلاح طلبان را پشت سر گذاشت. در همین راستا غلامعلی حداد عادل نیز نطق شب گذشته روحانی را مثبت و منطقی دانست و گفت که این نطق به هیچ وجه از سر ذلت و وادادگی نبود. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اظهار تمایل اوباما برای حل و فصل مناسبات با ایران را ناشی از تغییر رویکرد غرب دانست. وی امروز به خبرگزاری خانه ملت گفت هرچه فضای گفتگوی ایران با غرب مثبت‌تر از گذشته باشد، به طور حتم مذاکرات هم آسان‌تر خواهد بود. در همین حال بنیامین نتانیاهو گفت که برنامه ایران این است که با حرافی برای پیشبرد توانایی دستیابی به تسلیحات اتمی زمان بخرد. آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای که دقایقی پس از سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شد نوشت این یک سخنرانی عیب‌جویانه و مملو از دورویی بود. به گفته نخست وزیر اسرائیل در این سخنرانی هیچ پیشنهاد عملی برای توقف برنامه هسته‌ای نظامی ایران مطرح نشد. وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با حسن روحانی در نیویورک از لحن جدید ایران استقبال کرد. لیدو وستروله در عین حال هشدار داد که این لحن باید با اقداماتی اساسی همراه باشد. او با وزیر خارجه ایران نیز دیدار کرده است. روحانی بامداد روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها از صلح سخن گفت و تصریح کرد که ایران آماده گفتگوهای بدون تأخیر برای شفافیت کامل است. پیش از او باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در سخنانی ضمن استقبال از سخنان مسئولان ایرانی خواسته بود تا اظهارات مصالحه‌جویانه ایران با عمل همراه شود.